ورزشکاران جانبازان و معلولین استان کرمان در سالهای گذشته حضور چشمگیری در عرصه‌های بین‌المللی داشتند. از مدال طلای پیمان نصیری در پارالمپیک 2012 لندن تا عملکرد فوق‌العاده سعید افروز در پارالمپیک 2020 توکیو. توی این ویدیو می‌خوایم یادی کنیم از قهرمان‌های مدال‌آور چند سال اخیر پارالمپیک استان کرمان. با پارالمپیک گره خورده. این ورزشکار تیراندازی با کمان که به عنوان اولین زن مدال‌آور ایرانی در بازی‌های المپیک و پارالمپیک مطرح شد، سابقه 3 دوره حضور در مسابقات پارالمپیک داره. طلای پارالمپیک 2020، نقره پارالمپیک 2016 و طلای پارالمپیک 2012 پرچم نعمتی رو نه تنها در استان کرمان بلکه در کل کشور بالا نگه داشته. پیمان نصیری ورزشکار دو میدانی کار استان کرمان هم سابقه 2 دوره حضور در رقابت‌های پارالمپیک رو داره و تونسته 2 مدال کسب کنه. نصیری سال 2012 در لندن مدال طلا گرفت و توی سال 2016 در ریو مدال برنز. محمد رضا مهنی نسب، بازیکن فوتبال 5 نفره نابینایان، دیگر مدال‌آور استان کرمان در پارالمپیک. مهنی نسب در پارالمپیک 2016 ریو به همراه تیم نابینایان کشورمون موفق به کسب مدال نقره شد. منصور پورمیرزایی، همتیمی سیامند رحمان، قوی‌ترین مرد پارالمپیک کشورمون، امسال در توکیو در غیاب سیامند رحمان با حریفان خودش مسابقه داد. پورمیرزایی در حالی که شایستگی مدال طلا رو داشت، فقط به خاطر وزن بیشتر نسبت به رقیب اردنیش مدال طلا رو از دست داد و نقره پاراوزن برداری رو از آن خودش کرد. پورمیرزایی بعد از رقابت‌ها هم از تیم ملی خداحافظی کرد. و اما اعجوبه ورزش پارالمپیک این روزهای استان کرمان، سعید افروز، ورزشکار پرتاب نیزه که پرتاب‌های دیدنی و اعتماد به نفس فوق‌العاده‌اش از یاد رفتنی نیست. سعید افروز در پارالمپیک 2020 توکیو که اخیراً برگزار شد، مدال طلای مسابقات رو کسب کرد تا نام خودش رو در میان مدال‌آوران پارالمپیک استان ثبت کنه. این مرور کوتاهی بود بر مدال‌آوران پارالمپیک استان کرمان. به جز نام‌هایی که برده شد، ورزشکاران شایسته زیادی در سال‌های گذشته در رقابت‌های جهانی و پارالمپیک حضور داشتند. استان کرمان همواره در ورزش جانبازان و معلولین حرفای زیادی برای گفتن داشته و امیدواریم این روند البته با حمایت مسئولان ادامه داشته باشه.